چی شده آبجی سکینه؟ بگو دیگه. داداش مبشر، مبشر رو کشته، یکی اونو کشته، مبشر رو کشتن آسیه. داداش مبشر نمیتونه بمیره، مبشر نمیتونه بمیره، نمیتونه. اون بهای جونش رو پرداخته بود، منو به بهای جونش داده بود. اون نمیتونه بمیره، نه تا وقتی که من زنده هم. من خیلی کارا کردم، من همه جا رو جارو زدم، غذا پختم، وسیلای سنگین بلند کردم، کلی کار کردم. اون آقا جهان هر روز میخواست به من درست کنه و بهم زور میگفت. حالا که به من این همه ظلم شده، اون چطور میتونه بمیره؟ نه 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 نه، داداش مبشر نمیتونه بمیره، داداش مبشر نمیتونه بمیره، داداشم نمیتونه بمیره، نمیتونه بمیره، داداش مبشر نمیتونه بمیره، داداشم نمیتونه بمیره، داداشم نباید بمیره، داداشم کجا رفت؟ درسته، کارتون انجام میشه. شما فقط حواستون به ما باشه. خدا نگهدارتون. خیر باشه جناب سروان، امروز به هم سلامی ندادی. آخه با یه مجرم چطور میشه سلام احوال پرسی کرد؟ من چه جرمی کردم آخه؟ همه ی جرماتو بهت میگم، وقتی اومدم دستگیرت کنم. پس چرا دستگیرم نمی کنی آقای سروان؟ چون هنوز حکمی نیومده. الان فقط اینو بدون که من نمیذارم خونه مبشر پای مال بشه، هیچ وقت نمیذارم. آخرین عضو خانوادم هم مرد بیبی، داداش مبشرم مرد، میخوام برم پیشش بیبی، سر جنازه اونم نمیتونم گریه کنم، مثل مامانم من باید جنازه داداشم هم از پشت در ببینم بیبی. جنازه اون قاتل حتی تا 2 کیلومتری این خونه دیده نمیشه، وگرنه تو رو هم یک جا با اون دفن میکنم. داداش مبشرم، وای داداشم، داداش مبشرم. من خودم تو رو میبرم پیشش، خونه خودت، سر جنازه برادرت. سر جنازه اون راحت تر میتونی گریه کنی. کسی از این خونه نمیره بیرون بیبی، حتی شما، هیچ کس. شاید دوتا پسرم مرده باشن،
شاید کمرم شکسته باشه، اما من هنوز زنده‌ام. وقتی مردم هر جا دلت خواست دفنم کن، اما تا وقتی که من زنده هستم بدون که تصمیمات این خونه رو من میگیرم. بیازی ببینم چی میخواد مانعم بشه. آبجی بخور. آبجی، آبجی، اون مرده آبجی، دیگه بر نمی گرده آبجی، دیگه نمیتونی ببینیش آبجی. به خاطر اون یه بار راحت گریه کن، دیگه نمیتونی ببینیش عزیزم. آبجی گریه کن، خواهش میکنم. آبجی، آبجی اون دیگه مرده، مبشر مرده، اون مرده آبجی، اون مرده. مرده منو ول کرد و رفت. منو ول کرد و رفت. منو ول کرد و رفت. چطور میتونه منو ول کنه بره؟ سمیرا، منو ببر پیش مبشر. منو ببر پیش مبشر. منو ببر پیش اون. میخوام باش برم. میخوام باش برم. من چطور بتونم زندگی کنم؟ منو ول کردارم. من چطور بتونم زندگی کنم؟ من چطوری زندگی کنم؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اگه من همین سوال ازت بپرسم چی؟ بگو.
من که از طرف آسیه اومدم فاتحه بخونم. دست روی قلبت بذار و بگو به خاطر آسیه اومدی. تو میدونی من چه دروغی گفتم. چیو؟ از من بگذر. من برای دیدن مبشر خیلی دروغ گفتم. از خودت بگو، گاهی به خاطر دل خودت کاری کردی؟ اگه قبلا این شجاعتو می داشتی برای دیدن مبشر پس دیگه هیچ وقت با اورنگ ازدواج نمی کردی. هر کسی مثل تو شجاعتشو نداره زلیخا. من عاشق مبشر بودم، واضحه. آره، اما جلوی عشق تو من باختم زلیخا. مردم شاید به تو بگن خائن، اما من جلوی عشق تو باختم زلیخا. هیچکی بیشتر از من مبشر رو نمیشناخت، حتی فریده. اما اینو مطمئنم که تو آخرین نفسش تو رو فراموش نکرده بود سکینه. خیلی تو رو دوست داشت، به خاطر همین عشقم بود که همه ی خونوادش رو از دست داد. یه بار ازش پرسیدم الان که فریده نیست، اورنگم که مرده، پس چرا باهات ازدواج نمی کنه؟ اما اون گفت اون دوتا پسر داره. پسراش چی میگن؟ این که مامانشون با مبشر هم دست شده تو باباشون رو به قتل برسونه، جلوی بچه هاش دیگه آبرویی براش نمیمونه. تو میگی من برنده شدم؟ تو با وجود باختن برنده شدی. هرچند که چند روزی با من با خوبی رفتار کرد، اما برای تو واسه همه ی عمرت احترام و آبرو گذاشت. پس بگو کی برنده شده؟ تو یا من؟ بیا دختر جان، بیا. سلام داداش. علیک سلام. بیا این سفارشتو آوردم، ببین چیزی کم و کس نداره. بگیرش.
برای تو آوردم. حرفمو با دقت گوش کن. دیگه بیرون از این خونه کسی برات نمونده. هیچ کس. در هر حالتی بخوای نگاه کنی، باید بقیه زندگی تو اینجا بگذرونی. تو از مردن نمیترسی نه؟ من نمیذارم بمیری. حالا خودت تصمیم بگیر که توی این خونه مثل برده ها زندگی میکنی یا میخوای باقی عمرتو مثل ملکه ها رفتار کنی. تو عقد من و خودتو قبول نداری. باشه، از این به بعد منم قبول ندارم. عقدی که بلشو به زور بگیرن، خب اون عقد درست نیست آخه. منم قبول میکنم. عقد نکردیم، خب عیب نداره، اما میتونیم دوباره عقد کنیم. ها؟ اگه زن من بشی، اتاق جدید برات درست میکنم. بیشتر از زلیخا بهت ارزش و احترام میدم. خدمتکارا همیشه دور و برت هستن، بهت احترام میذارن. و اگه یه بچه هم به دنیا بیاری، خب اون وقت نمیتونی حتی فکر کنی که چه زندگی خواهی داشت. برات ماشینم میگیرم، شهر میبرمت، کلی توی شهر با هم تفریح میکنیم، خرید میکنیم. زندگی برات به بهشت تبدیل میشه. همچنین این خونه ی جنت بی بی به جای قفس بودن برات خونه ی خودت میشه. مبشرم همینو میخواست، مگه نه؟ حتی از رفتن سر قبر شاهزیب هم منعت نمی کنم. فکر کن، هرچقدر زمان میخوای فکر کن، 10 بار فکر کن، دوباره برمیگردم. میخوام جواب تو بشنوم. اما یه چیزو به یاد داشته باش، اگه جوابت منفی باشه دوباره عقل نمی کنیم. اما روی کاغذ تو زن من میمونی، درسته؟ برای همیشه. حرف منو میفهمی عزیزم؟ این اولین بار وجاهت نبود که کتکم زد. هر روز کتکم میزد و بگفت که برو.
برو سند زمینای سهم خودتو بیار و وقتی مخالفت میکردم اون بیشتر کتکم میزد. جهان زیب حرفمو گوش کن. خوب نشد، الان میره پیشش. اون به خاطر محبت به من نمیره پیش وجاهت، اون به خاطر غیرتش میره. بیبی بهت گفتم هرچی که باید میشه پیش خودت نگه دار، کسی نباید بفهمه. بیبی جهان از این عصبانی نشد که وجاهت چرا روی من دست دروز کرد، اون از این ناراحت شد که چرا از دارایی اون سهم میخواد. وجاهت کجاست؟ اون که رفته لاهور، هرچی میخوای بگی به من بگو. ناز توی رانچپور با گریه و ناراحتی برگشته، وجاهت اونو با کتک از خونه بیرون کرده. ببینم خودتو مگه با چه احترامی دختر منو فرستاده بودی خونش ها؟ من با کتک اونو نفرستادم دایی جان، گرچه دخترت لیاقتش بود که کتک بخوره. گوش کن اگر در مورد دختر من بخوای حرف اشتباهی بزنی، من فراموش میکنم که تو خونه من وایسادی. توی این سوء تفاهم نباش دایی جان، فکر نه منم فراموش میکنم که جلوی کی وایسادم. به وجاهت بگو برگرد خونه و از من عذرخواهی کنه، وگرنه توی این منطقه آدم خیلی زیاد دارم. ساقی ساقی ای ساقی، باز مستم و دیوونه، غم عشق و رسواییم دیگه از کی بنونه. شاه نباز چی شده؟ این چه طرز اومدن به خونه مردمه؟ اولش فکر میکردم که تو رو با احترام از اینجا بیرون ببرم، بعدش اینا گفتن که این روش تو بوده و وارد خونه مردم میشدی به این روش، پس من چرا با روش تو پیش نرم؟ زود باش، آفرین، بی سر و صدا با من میای بیریم کلانتری، وگرنه دست و پا بسته جوری میبرمت که خودت بخوای بیای. فهمیدی چی گفتم؟ مگه جرم من چیه ها؟ تو از این کارا میکردی مگه نه؟ وقتی آدم نجیب قبل از بازداشت شدنش جرم خودشو میپرسه؟ اما بین من و تو یه فرقی وجود داره، اینو بدون. میدونی اون چیه؟ میدونی؟ شرافته. الان من به تو میگم که چرا بازداشتت میکنم. جابر، سلیم، شاه زیب، مبشر، توی قتل همه اونا شریک جرم آقا جهان زیب بودی، فهمیدی؟ من یه مدرک در این باره دارم. بندازید سوی ماشین.
این همه جرأت که پاشه بیاد خونه ما و ما را تهدید کنه بره؟ من به حسابش میرسم. آروم بشین پسر جان. نه بابا جان، اون ما را تهدید کنه و ما آروم بشینیم؟ ما هم نباید دست روی دست بذاریم. داداشم راست میگه بابا جان، حساب این کارو که ازش میگیریم. پسرم شما چرا اینو فراموش کردین که اون شوهر خواهرتونه؟ با اون کاری که با خواهرمون کرده به نظرتون شوهر خواهر همینطور رفتار میکنه؟ داداش من که میگم همین الان بریم. گوش کن پسر، اگه قرار به رفتنه وجاهت میره. اما بابا جان. همین که گفتم وجاهت میره. پسرم اونجا رفتی حساب شده حرف بزن. باشه. اگه زن من بشی اتاق جدید برات درست میکنم. بیشتر از زلیخا بهت ارزش و احترام میدم. خدمتکارا همیشه دور و برت هستن، بهت احترام میذارن. و اگه یه بچه هم به دنیا بیاری، خب اون وقت نمیتونی حتی فکر کنی که چه زندگی خواهی داشت. برات ماشینم میگیرم، شهر میبرمت، کلی توی شهر با هم تفریح میکنیم، خرید میکنی، زندگی برات به بهشت تبدیل میشه. حتی از رفتن سر قبر شاهزیب هم منعت نمیکنم. چرا این کارو میکنی؟ الان چرا مخالفت نکردی؟ من خسته شدم. تا کی بجنگم؟ تو که از همه ما قوی تر بودی، تو چرا ضعیف شدی؟ چون دیگه قدرتم تموم شده. داداش مبشرم قدرت من بود. بعد آقا شاهزیب اومد، اون قدرتم شد. الان هیچ کس نمونده که من بخوام به خاطرش با آقا جهان بجنگم. تو که میگفتی از خاطره های شاهزیب قدرت به دست میاری. آقا جهان خیلی قدرتمنده. تا کی بجنگم؟ بالاخره اون برنده میشه. پس بهتر نیست اونو قلبن قبول کنم و زنش بشم؟ الانم که عقدت باهاش درست نیست. این عقد چطور درست باشه؟ اولش مردم به زور ازت بله رو گرفتن، الانم خودتو به زور وادار به بله گفتن میکنی آسیه. نه خیر آبجی سکینه، من دیگه امضا کردن رو یاد گرفتم. هر وقت شک کردم که چطور با آقا جهان عقد کردم، اون موقع به امضام نگاه میکنم و مطمئن میشم. حداقل از این زندگی بردگی که راحت میشم. نه خسته شدم از بس قلیون تازه کردم.
خسته شدم، از بس واسه این همه آدم غذا پختم. خسته شدم از بس وسیلای سنگین و تنهایی بلند کردم. بالاخره منم حق دارم که لباس جدید و زیبا بپوشم، زیورالات داشته باشم، توی ماشین بشینم. توی ماشین میشینی و سر قبرش آسیب اشک میریزی؟ نه نمیرم. بعد ازدواج با آقا جهان چطور میتونم برم؟ آبجی سیکینه مانم نشو. من به سختی خودم راضی کردم. چاقو، چوب، شیشه، همه یه وسایلم رو ازم گرفته. دیگه راهی ندارم که از خودم بتونم محافظت کنم. فقط یه راه داره، باهاش عقد کنم و زنش بشم. پس مانم نشو. سلام بیبی. علیک السلام. بشین. شیما. بله بیبی. از مهمونمون پذیرایی کن. چشم بیبی. الان میام. بفرما. خیر باشه. بیبی، یه خبر بد داره. بگو. خودتون آماده کنی. اونقدری که از کشته شدن آقا شاهزیب ناراحت شده بودین، امروز از اونم بیشتر ناراحت میشی. نکنه جهانزیب چیزی شده؟ آقا جهانزیب فعلا حالشون خوبه، اما هر کاری که ایشون کرده ممکنه به خاطرش مجازات بزرگی بشه. مگه پسر من چیکار کرده؟ مبشر خان کشته شدن آقا شاهزیب رو دیده بوده. از نزدیکی محل حادثه رد خونی پیدا کردیم که اون مال مبشر خان بوده. بین پرونده های کلانتری اظهارات اولیه مبشر خان رو پیدا کردیم، ولی سروان شاهزیب هم به جرمش اعتراف کرده بود. بیبی، آقا شاهزیب و آقا جهان به قتل رسوندن. پول بنیدو رنا دانی بنیدو پول بنیدو رنا دانی بنیدو بگیر. تماس گرفتی؟ آقا جهان، من آسیم، من برای عقد حاضرم. حالم امروز خیلی خوبه. لطفا حالمو خراب نکن برادر زن عزیزم. اول سال منو جواب بده، بعدش برو. انقدر وقت ندارم عزیزم. یکی منتظرمه که باید برم پیشش. زلیخا منتظرته. اومدم حساب خواهرم ازت بگیرم.
بگو چرا از خونه بیرونش کردی؟ بهتر نیست بری از خودش بپرسی؟ من ازش پرسیدم، الان اومدم از تو بپرسم. جلوی این همه آدم میخوای داستان خیانت خواهرتو برات بگم؟ جهان زیب! میدونی صدای من خیلی بلندتر از صدای تو، اما اگه مردم صدای منو بشنون تو هم بیابرو میشی، منم بیابرو میشم. بهترش اینه که بی سر و صدا از خواهرت بپرسی، اینطوری آبروی خواهرت هم همه جا حفظ میشه. چی گفتی؟ تو داری یقه منو میگیری؟ یقه جهان زیبا نوازی. بی بی میخواستم بپرسم، آقا میاد؟ عقد میکنیم یا نه؟ آقا ملک یه کاری بکن، هر چقدرم که پول لازم باشه اصلا برام مهم نیست، فقط نباید این پرونده گزارش بشه. اگه پرونده گزارش بشه هر دومون توی درد سر میفتیم. آره من شلیک کرده بودم، اما به خاطر دفاع از خودم بود، چون اول اون به من حمله کرد. آره فقط شما به جناب سرهنگ بگین که یه حکم کنم. متوجه نیستی که من وزیرم؟ چرا متوجه؟ حالا میخواین با احترام بیرون برین یا نه؟ خاطراتشو فراموش کردم. اون میگه به خاطر حفظ جونه تو حتی از این دنیا رفتم. وای خدای من، من بهش خیانت کردم. خدای من به شخصیم خیانت کردم. الان بهش چه جوابی بدم؟ نه خیر دختر. وای آقا شخصی، وای آسیه، آقا شاسی خیلی دوست داشته، خیلی. اون همه چیو میدونه، خدا تو رو نجات داده. وای من چی کار کردم؟ من بهش خیانت کردم. تو هیچ کاری نکردی؟ تو هیچ کاری نکردی؟ من به آقا شاسی چه جوابی بدم؟ من بهش چه جوابی بدم؟ آروم باش دختر، هیچ جوابی ازت نمیخواد. آروم باش. آخ جزی منو نمیبخشه، اون منو نمیبخشه. باشو اینجوری نکن که. آروم باش دختر. من بهش خیانت کردم، به آخ جزی خیانت
دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.